I remember receiving my first letter from my son a few years back. Scribbled on it were the words, "I love you." I was so happy, I cried. At the time, I believed that love was all anyone needed. شروع بازی و اولین مبارزه در قالب کودکی کازویا بهتون ثابت میکنه که با یه بخش داستانی ساده روبرو نیستیم. داستان و شروع تکن 7 رو میشه بهترین تو این مجموعه دونست. با بررسی بازی تکن 7 همراه زومجی باشید. تکن 7 با همون آهنگ منویی که داره کارشو طوفانی شروع میکنه و به شما میگه که هرچه سریعتر بخش داستانی رو شروع کنین. داستانی که قراره جنگ بین پدر و پسر رو تموم کنه و به ما توضیح بده چرا کازویا میشیما از هیاچی میشیما متنفر و دلیل کشته شدن کازومی چیه. در اصل داستان بازی تکن 7 دارای دو قسمت مختلفه که قسمت اول داستان اصلی و وقایع خاندان میشیما رو روایت میکنه و تو قسمت بعد تا حد کمی با شخصیت‌های بازی آشنا میشیم. با اینکه داستان اصلی و روایتش واقعا خوب کار شده ولی داستان فرعی و آشنایی با شخصیت‌ها کمی ناامید کننده است. هر شخصیت بخش فرعی فقط یه مبارزه به خودش اختصاص میده و نحوه آشنایی هم از طریق نوشته‌هایی صورت میگیره که روی صفحه نمایشتون ظاهر میشه. البته از حق نگذریم، ویدیوهای پایانی مبارزه بعضی از شخصیت‌ها طنز خوبی تو خودش جا داده و نمیشه ازشون گذشت. اما مهمترین چیزی که تو بازی فایتینگ از هر بخش دیگه‌ای مهمتره مبارزات و گیم پلیه. اینکه سیستم مبارزات و المان‌های مختلف به خوبی سر جای خودشون قرار داشته باشن تا مخاطب اول از همه احساس راحتی کنه و بعدش بتونه با استفاده از اون المان‌ها از مبارزه کردن لذت ببره. تکن 7 با ارائه ریج آرت ها، ریج درایف ها و یه سری موارد جدید و خوب تو گیم پلی بازی به خوبی تونسته هسته 20 ساله خودش رو حفظ کنه و با اضافه کردن ویژگی های جدیدتر تو بخش های مختلف اونو بهبود ببخشه. اما مهمترین فاکتور مبارزه ها تو تکن 7 دقت و زمانبندی دقیق شماست. اگه نتونین به موقع از کمبوها و ضربات ترکیبی استفاده کنین بدونین کارتون تمومه، ولی زمانی که ریج آرتتون فعال میشه استفاده کردنش اونم تو سخت ترین شرایط ممکن میتونه برگ برنده شما رو امضا کنه. شاید تو مبارزاتون با هوش مصنوعی یا بخش داستانی آنچنان سیستم مبارزای بازی برای شما نقش جدی پیدا نکنند، ولی وقتی وارد بخش آنلاین میشین یا به صورت دو نفره بازی میکنین میفهمین که چقدر گیم پلی و مبارزات بازی تکن 7 خوب و دقیق کار شده. تکن 7 با همه خوب بودنش نقطه ضعفای خودش هم داره. اول از همه حالت آرکید بازی شدیداً منو ناامید کرد. هرچقدر رژر بتل ها شما رو راضی نگه میدارن، مبارزات حالت آرکید ناامیدتون میکنن. حالت آرکید تنها شامل 5 مبارزه است که دوتاشون تو همه شخصیت ها یکی هن و عملاً بعد یه مدت از این حالت به دلیل محتوای کم و هوش مصنوعی حریفاتون خسته میشین. همچنین تریجر بتل ها شامل یه سری صندوق میشن که با باز کردنشون آیتم های مختلفی رو برای شخصی سازی دریافت میکنین. ضعف دیگه ای بازی برمیگرده به کیفیت بد سرورها. به عبارتی یا بازی های شما پر از لگه یا اصلا نمیتونین کسی رو پیدا کنین، یا بعد از کلی دردسر و بازی کردن تو تورنمنت ها هاست عزیز لیف میده و اعصابتون خورد میشه. جدای از این موارد، یکی از نکات مهم بازی های مبارزه‌ای بخش راهنمای ضربات شماست. وجود یه دسته‌بندی مناسب و جزء به جزء میتونه شما را از سردرگمی این همه کمبو و حرکت مختلف در بیاره و فقط اونایی رو یاد بگیرین که نیاز دارین.
اما تکن 7 این بخش رو به خوبی رعایت نکرده و شاهد یه دسته‌بندی کلی برای شخصیت‌ها هستیم. آخرین موردی که تو تکن 7 شدیداً نظرتونو به خودش جلب میکنه شخصی سازی شخصیت ها و پروفایل کاربریتونه که قسمت شخصی سازی شدیداً دست شما رو باز میذاره تا هر تغییری که دوست دارین رو شخصیتتون اعمال کنین و لذتشو ببرین. در کل بازی تکن 7 یه بازی بزن بزن شرقی نابه که شما و دوستاتونو میتونه ساعت ها سرگرم کنه تا میتونین همدیگر بزنین و خسته نشین.